بذاری یه کم فکر کنیم ببینیم حق دارم یا نه. کسی که شما رو ول کرده و فرار کرده رو به عنوان عروس خونه خطاب کردین و نوی بیچارتون رو با دروغ فریب دادین. این حتی به فکر شیطونم نمیرسه. واقعا شما چقدر آدم باهوشی هستین. هنوز خیلی چیزا هست که باید از شما یاد بگیرم. اما من نمیخوام. بله اصلی. الو حیات عزیزم، چرا دو ساعت تلفنتو جواب نمیدی؟ خواب بودم. خیلی خوب باشه، فهمیدم تو موثرین، یعنی اگه واجب نبود ما هم مزاحمتون نمیشد. چی شده؟ چه کار واجبی؟ بابا بزرگ یکم مریض شده. چی؟ وای چی کار کنم، همش تقصیر منه. وایسا وایسا، حالا اینقدر نگران نمیخواد بشی، ما خونه ایم، تو هم لطفا بیا اینجا. باشه باشه الان میام. تو اینجا چی کار میکنی تازه داماد؟ اینو بگی. اینو چی کار کنم؟ برو خونه من بده به حیات. برم خونه تو؟ خیلی واضح گفتم کرم، برو خونم، اینم بده به حیات. باشه عصبانی نشو میبرم. باشه قبول، ولی کلی کاغذ هست که باید آقا مراد امضا کنه. نو یه مدت مزاحم آقا مراد اصلا نمیشیم، چون که تازه دیروز ازدواج کرده، فهمیدی؟ آره مزاحم آقا مراد نمیشیم چون تازه دیروز ازدواج کرده. پس فهمیدی. مراد خان، تو توی این ساختمان سرد چی کار میکنی؟ تو باید تو خونه یه گرم و نرمت باشی. زود باش، تو اینا رو ول کن، مستقیم برو پیش زنت. چالی، دیروز ازت یه سری پرونده خواسته بودم، آمدن؟ بله آماده. مدارکی که قبل از جلسه با آلمانیا باید آماده میشد چی؟ اونم آماده است، چند تا کاغذ هم هست که باید امضا کنی. باشه با برنامه روزانه بیارشون تو. چشم مراد خان. مراد نمیتونم حس کنم، اون بو رو نمیتونم حس کنم، وگرنه من از یک کیلومتری میتونستم بوشو حس کنم. ای خدا، نکنه قیامت شده. من دارم حسامو از دست میدم. نه، همچین چیزی امکان نداره. تو با به خودت بیا، به خودت بیا. الان فهمیدم تو سیستمت یه مشکلی داره. اون مشکل چیه؟ زود بگو مراد. چی میتونه باشه توبا؟ شبتون چطور گذشت؟ از شما خوشتون نیومد؟ اتاقتون خیلی روشن شده. به نظرم دیگه باید بریم سر کارمون. فهمیدم شومینه خراب بود، متاسفم، نتونستم اونو هیچ جوری درستش کنم، نتونستم. توبا الان داری حال منو به هم میزنی، میدونستی؟ باشه ساکت میشم، حتی یکمم خجالت کشیدم، هرچند قرمزم به هم خیلی میاد.
بابا بزرگ جونم چی شده؟ انگار بابا جون زیاد حالش خوب نیست. میگم فکر کنم قلبش تحمل این چیزا رو نداشته. قیافش شبیه رفتنی هست. بیچاره، آدم خیلی خوبی بود. نه عزیزم، تو نگران نباش، فشارش معمولیه معمولیه. فقط شد یکم اکسیژن کم داره، برای همین اینطوری شده. اومده کبوی تدم کد خوبی کرده که اومده. بنده از این اتاق ببن بیرون، این دیوونه ها رو از اینجا بیرون کن، میخوام با تنهایی حرف بزنم. باشه، ما هم دورور مریض رو شلوغ نکنیم، پس بریم. دیگه گیرت انداختم کبوتر من، دیگه نمیزادم جایی بری، هیچ جا نمیزادم بدی، مطمئن باید بشم میرم. جلوی در خونت هم 10 دقیقه است دارم در میزنم، اما کسی در رو باز نمیکنه. چی؟ یعنی چی کسی باز نمیکنه؟ عجب نداره، خب خونه نیستم، نکنه رفته خونه مادرش اینا. نه اونجا نمیتونه بره. خب من چی کار کنم؟ باشه تو کاری نکن، بیا اینجا، من خودم به حیات زنگ میزنم. بای ناراحت میشی میدونم، اما باور کنید برای خوبی خودت انجام میدم. تکون نخورد. طرف داره زنگ میزنش. الو بابا بزرگ کشمت؟ تازه من بابا بزرگ تو شدم، من بابا بزرگ نیستم. میشه گوشیو بدین به حیات؟ حیات بیاد دیگه نداریم، حیات برای تو تموم شد، خاموش شد، دیگه مزاحمش هم نشو. حیات زن منه، یعنی چی مزاحمش؟ حیات جود منه، نوای منه، دیگه به جایی که بهش تعلق داره برگشته، جایی که بهش تعلق داره رو پیدا کرد. باید حیاتو فراموش کنی. باید حیاتو فراموش کنم؟ عشق لفتن انلمان.